با ادامه باز هم خوش آمدید. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با شماری از سیاستگران افغان گفته است که یک اداره انتقالی برای گام‌های بعدی در تأمین صلح در افغانستان نیاز است. منابع میگویند که آقای خلیلزاد در مورد برگزاری یک نشست بزرگ با حضور رهبران سیاسی کشور و رهبران طالبان با میانجیگری سازمان ملل نیز سخن گفته است. در همین حال مشاور شورای امنیت ملی میگوید که هر طرح در مورد حکومت انتقالی یا مشارکتی باید صلح را در کشور تضمین کند. با گفته حمدالله محب، بحث ها برای بدیل های نشست دوحه جریان دارد. آمریکا برای صلح افغانستان در سفر 3 روزه به کشور به شمول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی با شمار زیادی از رهبران سیاسی افغان به گونه جداگانه دیدار داشته است. منابع آگاه از این دیدارها میگن که آقای خلیلزاد روی موارد مانند برگزاری یک نشست بزرگ میان بزرگان سیاسی کشور و بزرگان طالبان در مورد صلح، افزایش نقش سازمان ملل به عنوان میانجی میان طرفها، نیاز به یک اداره انتقالی برای گامهای بعدی در تأمین صلح، تشویق کشورهای ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست، تماس با کشورهای پرنفوذ جهان برای تشویق دو طرف و صلح و سرعت کار برای تامین یک صلح عادلانه و پایدار رایزنی کرده است. در دیداری که رهبر جمعیت اسلامی افغانستان محترم صلاح الدین ربانی با آقای زلمه خلیزاد داشتند، راجع به گفتگوهای کنونی صلح و جستجوی راه حل سیاسی بحران افغانستان بحث مفصل صورت گرفت. بیرون رفت از وضعیت فعلی و کاهش خشونت ها بحث های همه جانبه صورت گرفت و امیدواری میره که مذاکرات صلح دوباره با یک شیوه جدیدتری از سر گرفته شود. در همین حال مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که هر گونه بحث روی حکومت انتقالی یا مشارکتی تنها در بعض باقی میماند و در نخست باید جامعه جانی و طالبان در مورد تامین صلح در کشور به مردم افغانستان تضمین بدهند. ما تضمین برای صلح و ثبات در افغانستان میخواهیم. هر طرحی که مطرح میشه باید صلح و ثبات تضمین کنه و به این تضمین باید هم جامعه بین المللی و هم طالبان پیش از پیش به افغانستان و به مردم افغانستان تضمین کرده بده. مشاور شورای امنیت ملی کشور همچنان میگوید که بحث ها روی بدیل های مختلف برای نشست دوحه جریان دارد. مونگا په مختلف بدیلونو باندې په بحث سره اخته یو، ولی مهمه خبره داده چې طالب په صلح نه په جنگ مصروفه ده. از سوی هم قرار است که آقای خلیلزاد دیدگاهش را با رهبران طالبان بر روز پنج شنبه در دوحه نیز شریک بسازد. پیش از سفر آقای خلیلزاد به دوحه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر درباره روند صلح افغانستان و حمایت قطر برای تسهیل این روند گفتگو کرده است. قرار است آقای خلیلزاد به زودی وارد دوحه گردد و پیام‌های خود را با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان شریک گرداند. رئیس جمهور غنی چند روز پیش در گرامی داشت از روز سرباز گفته بود انتقال قدرت به جز از راه انتخابات ممکن نیست و قانون اساسی مدت کاری رئیس جمهور را نیز مشخص ساخته است. واکنش های تند و کشته شدن 3 کارمند رسانه در ننگرهار. خانواده های این کشته شدگان حکومت را به کوتاهی در حفظ جان فعالان رسانه متهم کنند. در این باره با محمد صابر صدیقی آگاه سیاسی بحث میکنیم. آقای صدیقی، خوشحال هستم که میبینم تان. تشکر، سلامت باشید. آیا شما حس میکنید که فضای کار، فضای زندگی کردن بر افراد و اشخاصی که فعال رسانه‌ای هستند تنگتر شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همکاران تکنیکی شما تلویزیون آریانا نیوز. سلام. اجازه بدین که عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز داشته باشم و یک تسلیت خدمت سه همکاران عزیز رسانه‌ای ما که در جلال آباد به شهادت رسیدن، همچنان مولوی سید فیض محمد که یک تن از چهره های شناخته شده و مطرح کشور ما جناب فایز صاحب در کابل در این اواخر در روزهای دیروز جام شهادت نوشیدن. خدمت فامیل از اینها عرض تسلیت داشته باشم و از خداوند برشان بهشت برین خواهانم. بدون شک شرایط زندگی نه تنها برای خبرنگاران بلکه برای تمام ملت مظلوم بیچاره افغانستان سایه تنگتر شده و هر روز تنگتر شده میره و این تمامش برمیگرده به ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی ما
که متاسفانه هر روز پی روز دیگه این قتل های هدفمند و زنجیره‌ای دامنه گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد عدس دادن علمای عزیز ما، شاهد عدس دادن خبرنگاران عزیز ما که به جز خدمتگزاری واقعا و رساندن حقایق برای ملت مظلوم و بیچاره افغانستان جرم دیگه ندارن، شاهد عدس دادن از درست. اما در این طرف یک نظام است به نام نظام جمهوریت که باید پاسخگو باشه به خواستای مردم، و چرا هر روز خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، فعالان جامعه کشته میشه؟ باید پاسخگو باشن و خانواده‌های قربانیان را هم حکومت را متهم میکنه و اونا میگن که حکومت به نحوی ناکام بوده در قسمت حفظ جان خبرنگاران. آیا واقعا نظام جوابگو نبوده به خواستای مردم و فعالان رسانه‌ای؟ بسیار تشکر قسمی که شما و تمام هموطنان عزیز ما در جریان است. واقعا که حکومت سنگروزی میکنه و حکومت مسئولیتی که در قبال مردم داره، در قبال جامعه مدنی داره، در قبال همشهریان عزیز و خصوصا خبرنگاران عزیز ما دارن، هیچ نه و تا به امروز ما کدام توجهی را ندیدیم و همه روزه از غفلت و از سنگروزی ما شاهد صحنه هستیم. شما ببینید اولین شهید شدن خبرنگارای ما در جلال آباد یا اولین شهیدی ما از علمای کرام در کابل جناب فایز صاحب نیستیم. ما پیش از این به ده ها علمای عزیز خود عدس دادیم. ما اگر باید داشته باشین به چند روز قبل از این تقریبا یک ماه پیش خانم ملاله میوان در جلال آباد ما عدس دادیم. ما یما سیاوش در کابل که بهترین از جورنالست های ما بودن اونها را عدس دادیم. مثل از این اگر من یاد کرده برم شاید به ذهن من نمانه از همکارهای تلویزیون طلوع و از دیگر برادرها در یعنی در افغانستان فعلا زندگی را به حد تنگ ساختن، به حد مردم بیچاره شده این که نه دکاندار در امن است، نه یک عالم دین در امن است، نه دکتر در امن است، نه مسئول در امن است و تمام مسئولیت از هم هر بودی که ما بررسی بکنیم برمیگرده به نظامی که به نام جمهوری اسلامی افغانستان در کابل بالای مردم حکومت میکنن و دارن روزانه اینها دعوای جمهوریت دارن. لحاظ وزارت محترم امور داخله وظیفه ایمانی وجدانیشان از در قبال تامین امنیت جان مال مردم، علمای کرام و تمام کسی که در جامعه و در جغرافیه زندگی میکنه اینها مسئولیت دارن که در تامین از اینها کوشا باشن و با هر قیمتی که میشه باید تامین از امنیت از اینا تامین شود که متاسفانه ما تا به امروز آقای صدقی. اما وزارت داخله و مسئولین میگه که ما نهایت تلاش خود را میکنیم و کسانی که دست داشتن در ترور آقای ایماق و آقای خانم قاتلین من نامش فراموش کردم در ننگرهار که بود شما پیشتر یاد کردین و اونا هر بار میگن که ما قاتلین را دسکیر کردیم، ما تلاش میکنیم که امنیت تامین شد و ما تلاش میکنیم که ساحه زندگی و کار برای خبرنگاران بیشتر از این تنگ نشه. چه فکر میکنید اینا نهایت تلاش خود را کردن و دیگه از این بیشتر اینا قدرت ندارن، نمیتونن، یا اینکه نه صرف گفتار است و هیچ عملی هم قرار نیست اجرا شود؟ ما والا کدام عمل جدی از اینها ندیدیم و اینها هم یه حرفای را که میزنن صادقانه نیست، اینها کاذب هستن، دروغ میگن به مردم، دارن میخوان خاک پاش بزنن به چشم مردم که این ملت دیگه کور نیست، این ملت دیگه کار نیست، این ملت میبینن. یعنی شما ببینین همی سه همکاران ما تلویزیونی که در جلال آباد به شهادت رسیدن بله، و اینها یک نفر نشر کردن که بله اینو عکس یک کسی را نشر کردن که قاتل از این است، در حالی که تمام شهروندان جلال آباد میگن که کسی است که یک هفته پیش دستگیر شده بود به جرم یک نام دیگری یا سرقت هر چی که بوده. لذا این من فکر میکنم که این عوام فریبی دیگر بس است و این دیگر جایی را نمیگیره. اگر اینها واقعا به حد ناتوان باشند که در تامین جان مال مردم کوتاه میان و نمیتونن که با دو صورت باید اعلان بکنن برای ملت که تا ملت خودش با تصمیم خود بگیره در تامین امنیت خود، جان خود و امو جایی که زندگی میکنن، چه رسانه باشه، چه پنتون باشه، چه دانشگاه و مکتب باشه و دفاتر باشه، هر چی که باشه. لحاظا ما فکر میکنیم یه دانه از اینها صادقانه نیست، کلشان کاذب هستن، دروغ میگن. درست. پس فکر نمیکنید که بدون حضور رسانه ها و جامعه رسانه ما یک افغانستان فلج خواهیم داشت؟
بدون شرط میکرد شما صد در صد از نظرتون این امروز نظامی که به نام جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان حضور داره در هر بحث جهانی بین المللی که وارد میشن اولین حرفشان همیست که ما داریم رسانه ها را در افغانستان تقویه کردیم از اینها حمایت میکنیم و آزادی بیان داریم و جامعه مدنی را داریم این را داریم و آن را داریم متاسفانه که امروز بیشترین متضرر را ما میبینیم جامعه مدنی و علمای کرام ماستند که ما شاهد و متوجه باشیم که یک جامعه ای که در اونجا حداقل میدیایش فلج باشه میدیایش روزانه امنیت نداشته باشه با مثل عزیز که یک نظام دیگه اصلا فلج است دیگه ما خود یگانه منبعی که میتونه که اطلاع رسانی بکنه و ملت و مردم خود از واقعیت های عینی جامعه با خبر بسازه او رسانه های عزیز ما هستند که اینها نه با سیاست سر کار دارن نه با جنگ سر کار دارن نه با خشونت و وحشت و دهشت سر کار دارن لحاظا ما فکر میکنیم که این مسئولیت تمام افراد و اقشاری که در جامعه باشن چه طالب چه غیر طالب نباید بر اینها ضرر وارد بکنن و یا حداقل در پی ازی باشن که خدا نخواسته اینها را از بین ببرن درست چه فکر میکنید زمانی که طالب میگه کشتار خبرنگاران کار ما نیست و حکومت هم میگه که این کار طالبان است به نظر شما دست گروه سوم داخل است یا نه یک ناکامی مطلق است؟ خب ما این رد نمی کنم که دست گروه سوم و دوم در افغانستان داخل نیست بدون شک هست ولی یک چیز ما می خواهیم خدمت شما عرض بکنم جناب مولوی صاحب فیض محمد فائز که یک تن از شخصیت های مطرح کشور ما بود و در قندوز زندگی می کردن اونها بساس از یک از طالبات به سه بار اخطار دیده بودن اون بالاخره تصمیم گرفتن که با پایتخت بیان و با کابل انتقال بیان که متاسفانه پس از این خودش معلوم میشه که این دست طالبات و در این طالبات دخیل هستن طالبات اگر بخواین یا نخواین عامل قتل جناب مولوی صاحب طالبات پنداشته میشه خب راه حل چه است آقای صادقی چی باید کرد حتی نیروهای امنیتی مسئولین امنیتی ما بخش استخبارات داریم، بخش کشف داریم. چی باید کرد که حداقل جلو ترور خبرنگاران فعالان رسانه را گرفت؟ چون ما میبینیم که مسئولین تنها اکتفا میکنن با معذرت به محکوم کردن و تقبیح کردن. چی باید کرد که حداقل پیش از کشتن یا ترور کردن خبرنگارا بتونن اینا جلوش بگیرن؟ ما فکر میکنم که اگر اینها کمی هم غیرت افغانیت داشته باشند وجدان داشته باشند احساس مسئولیت در قبال مردم و ملت خود داشته باشند بسیار با جرأت اعتراف بکنند که ما ضعیف هستیم ما نمیتونیم که امنیت شما را بگیریم در غیر از اینها باید واقعیت ها را از چشم مردم نپوشانند و صادقانه در قبال مردم صادقانه عمل بکنند صادق باشند و برای مردم امو واقعیت ها را بگویند و امنیت جان مال مردم چه خبرنگار ما باشه چه مردم عوام ما باشه این مسئولیتشان است از وزارت محترم امور داخله امنیت ملی استخبارات و اینها باید در وظیفه خود اگر ناتوان باشند مرد وارد میدیا حاضر شوند تا کسی دیگه در رأس بیاید که حداقل توانمندی مهار همچو قتل های هدفمند و زنجیره ای را داشته باشند بسیار تشکر آقای صابر صادقی آگاه سیاسی که روی خط با ما بودند ممنون از شما هم سپاس و ممنون از شما که تا این دمینده آغاز روز بدید وقت بخیر